درودی دیگر، درودی دیگر و درودی برتر، درودی پس از جشن مهرگان، پس از جشنی که شادی رو به همراه داشت، سبزی و سبزینگی و شیرینی و شیرینکامی رو برای همه جهانیان و به ویژه مردمان سرزمین های پشتی ایران به همراه داشت و همم رو به پاکیزگی اندیشه و خانه واداشت و دستگیری از ناتوانان و دیدار از بزرگان و پیران و جوانان و نوعروسان و تازه دامادان. امیدوارم در هر کجای جهان که هستید شاد و تندرست باشید و روزگار رو به خوبی و شادمانی بگذرانید. برنامه شماره 99 از زنجیره برنامه های دمی با شاهنامه و فرهنگ ایران رو از تلویزیون جهانی کانال یک پیشکش شما میکنیم در روز 18 مهر ماه. دین روز، دین که میدونید که از دینا میاد یا درون روشن، آنچه که دین در زبان دیگه به کار میره و مدنیت هم از اون میاد و مدینه از اون میاد، این به چم چارچوب داشتن، قانونمند بودنه. چون یه شهر، یه مدینه قانون داره، چارچوب داره، در پیش ما درون روشن داره، روشنی داره، مانند مینوی یا مینویی که هر دو رو میگن و اومدن کردنش معنوی. این واژه ها در اون مایه خودشون دارن. در 9 اکتبر 2016 هستیم، برابر با همگونه که گفتیم 18 مهر ماه 3754 آیین یا دینی زرتشتی، 2725 ایرانی مادی، 2575 از آغاز پادشاهی کوروش بزرگ، 1395 کوچی اسلامی و 1385 یزدگردی. امروز یادآوری میکنم که در برنامه پیش هم همین رو گفتم که دنباله داستان رودابه و زال رو نمیگیریم، در هفته گذشته نگرفتیم، یکی دو هفته رفته و یعنی یک هفته رفته و این هفته و هفته آینده هم نخواهیم کرد این کار رو. خب داستان دیدیم که پرستاران بنابر خواست رودابه آمدن در جایی که زال اردوگاه زده بود، به دیدارش اومدند و میخواستن خودشون نشون دهن، به گلچیدن آمدند و زال هم پرسید اینها کیند و زال دلباخته به دنبال این بود که چه بکند، دسترسی به یار پیدا بکند، که اینا همه گزینش ها رو در نزد فرهنگ ایران نشون میده که گزینش باید درست باشه. که امروز درباره کوروش هم که گفتگو میکنیم، کوروش بزرگ، درباره باز گزینش گفتگو میکنیم، به گزینش میپردازیم که ما کدام گزینه رو میخوایم پیش رو باشیم، روی پیش رو داشته باشیم. بروی آنها آمدند و زال هم اومد، خب جوان نمایی کرد و شکاری زد و به آنها داد و زر و گوهر به آنها داد و گفت بروید پیش رودابه، و اونا راه افتادن که بروند پیش رودابه، که داستان رو به اونجا گذاشتیم. پیش از رفتنشون هم زال بهشون گفت چه باید کرد، من چگونه بیام به دیدار رودابه. خب این داستان رو باز هم نگه هم میداریم، هفته آینده باز گوش زدی میکنم که فراموش نشه. سپس میریم دنبال کار سخن امروزمون. میدونیم که امسال هفتم اوان رو برابر روز بزرگ داشته کوروش بزرگ میگیرن. میدونی که هفتم نیست، چون شنبه در ایران تعطیله، 29 اکتبره، اون 28 اکتبره، 28 میگیرن که مردم آزاد باشن، بتونن برن در پاسارگاد. سخن از کوروش که میاد، سخن از تاریخ و فرهنگ ایران میاد، این سخن از شناسه ماست. بسیار شنیدیم که سخن از هویت، هویت ایرانی یا هویت انسانی گفته بود میشه. همیشه من خواهش کردم که به جای هویت بگیم شناسه، چون خود هویت که میگن بسیاری چیزها رو دورورش میچینن، این پیرامون این میچینن، و انگامی که میچینن گمان میکنیم یک چیز بسیار بسیار دست نیافتنی یا بسیار دانش بالایی میخواد و بسیار درس خونده باید باشی، همچون چیزی نیست. شناسه داشتن به گزینش و خواسته، یعنی که ما میخوایم از شناسه خودمون آگاه باشیم یا نه. شناسه مانند دی ان ای
برای ما. هنگامی که به تاریخمون میپردازیم، به شناسمون میپردازیم، به شناسناممون میپردازیم، میخوایم بگیم ما از این دی ان ای هستیم و این دی ان ای نه اینکه برای برتری جویی نژادی بهره برداری کنیم، برای اینکه بگیم این دی ان ای در اون ژن هایی درش هست که این ژن از فرهنگ بالایی برخورداره، از فرهنگ انسانی، رواداری، بردباری و کوشش برای اندوختن دانش و یاری به همه. هنگامی که از جشن ها گفتگو میکنیم، میپردازیم به دستگیری از دیگران، پاکیزگی، مهربانی، چشم پوشی از خطاها و گناههای دیگران و خودمون، آشتی کردن. ما هنگامی که از فرهنگ میگیم و این میگیم مانند دی ان ای ما هست، میگیم در این دی ان ای این ژن ها نهفته است. ژن بردباری، ژن وفاداری، ژن مهربانی، ژن رواداری، ژن پاکیزگی، ژن نگاه جهانی. یعنی هنگامی که به آن ژن از این فرهنگ یا از اون دی ان ای ایرانی نگاه میشه و میبینیم که هنگام نیایشش در روز دست کم یک بار میگه که من، که تا پنج باره صدر نو میکنم برای اینکه فلان بکنم و اله بکنم و بله بکنم، برای اینکه گسترش جهانی داشته باشه، پیشرفت کار جهان باشه. اینه که ارزشمنده. پس شناسی ما به ما یاری میده که خودمون رو بشناسیم و از این شناختی که هست، از آن خوراکی های فرهنگی که در خور و سازگار با روان ماست بهره بگیریم. اینها کارسازه. شما نگاه کنید ایرانیانی که به هند رفتن از دست فرمانروایان اسلامی که در برنامه ها اشاره شده، هنگامی که به اونجا رسیدند تا امروز بیش از هزار و اندی ساله، یعنی شماره کمی از 1400 سال پیش رفتن، دیگران از پیرامون 1000 سال پیش رفتن، یعنی بین 1400 سال پیش تا 1000 سال پیش رفتن. اینها با اون اندیشه های کوشنده کاری کردن که سرآمد مردمان اونجا شدن. یعنی باور به کوشش هست، باور به پویش و جوشش هست، بر پایه یه اندیشی و گفتار و کردار نیست. و در این فرهنگ نهفته است که شما کوشش بکنید برای پیشبرد کار جهان و در آغازش کار خودت. چون اگه کار خودت پیش نره، اگر خودت دادم سرفراز و پیروز و موفقی نباشی، چگونه بخوای کار بکنی؟ و دیدیم که با این روش که پیش رفتن، ایر ایندیا رو را انداختن، همین ایر ایندیا رو اونا را انداختن، صنایع فولاد هند رو اونها را انداختن، جمشیدپور اصلا شهر صنعت اونجاست، شهر فناوری اونجاست، ایرانیان راه اندازی کردن و همین ایرانیان که بهشون پارسیان هند میگن، هنوز هم پارسی میگن، هنوز هم نامهای کیخسرو و خسرو دارن، جیم و ادوارد و جورج نشدن. نه اینکه بخوام بگم که بد کاری کردن کسانی که برای برخورده اقتصادی، برای پیشبرد کار اقتصاد، چون در امریکا نام خودشون رو جورج و ری و رضا شده، ری و جواد شده، نمیدونم جفری و اینا، نه کار ندارم، برای کار اقتصادی. زمینی فرهنگی بستر سازش روان انسانه. ببینیم همین مردمان برای نگه داشتن شناسی خودشون، هنگامی که شب بچه هاشون میخوابه میگه پشت به میهن نخواب، رو به میهن بخواب، و سربلندی برای خودش میومده. در یک زمینه هایی، در یک دوره های آمدن به ایران یاری دادن، مانند دوره ناصرالدین شاه که یهودیا و زرتشتیا نمیتونستن تو خیابون بیاد اگر که بارون میومد. اینها آن چیزهایی است که در زمان پهلوی از میان برداشته شد پس از مشروطیت. در یزد یک روز که بارون میاد، یک زرتشتی میره، همچی که داره میره یکی از این دینداران مسلمان بازاری نگاه میکنه کفشی سوراخه، میگن اینو باید بکشیم، بازار رو نجس کرده. اینها چیزایی که باید بدونیم که در آیین ما نیست. میان بکشنش که چرا تو با کفش سوراخ آمدی و پای نجس تو
بازار رو نجس کرده. تا یکی از همون بازاریان مسلمان که انسان خوبی بوده و اون بردباری ایرانی درش بوده یا انسانی درش بوده، میاد میگه نه، دستش نذارید. یه نردبان میارن، میگه بشین روی نردبان، بخواب روی نردبان، ما اینو میبریم از بازار بیرون، اگه نمیخواستم بکشنش. خب این شناسه است که به تو میگه آقا جان، اینی که امروز میان تو خیابون قمه میزنن، زنجیر میزنن، خودشون زخمی میکنن، گل میکنن، خودشون میکنن تو گل، این کار ما نیست. کار ما فرو رفتن نیست، برآمدنه. فرهنگ ما میگه بر بیا، سرآمد باش و به دیگران یاری برسون. این است که کوروش نماد و نمونه یه همچی چیزی بود. کوروش بزرگ نمونه بود. من چندین کتاب دم دستم گذاشتم که در این دو سه هفته از اینا بگم. تاریخ هرودوت هم هست. اینا همه رو گذاشتم که نمونه هایی براتون بگم. تازه نمونه هایی برگزیده از کتابایی که من آوردم دم دست باهاتون گفتگو بکنم. پس اگر از کوروش میگیم، از فرهنگ میگیم، شناسمون رو داریم روشن میکنیم، میخوایم بگیم کی هستیم و باید اون باشیم. هنگامی که میخوان یکی رو بگن خوب باش، میگن یا پیشینیان تو بسیار خوب بودن یا بسیار بد بودن. اگر بد بودن راه اونا رو بر نگزین، اگر خوب بودن راه اونا رو برگزین. این روان درمانیه، امروز میکنن، سرود درمانی هست، سخن درمانی هست، خونیا درمانی هست، همه اینا هست. مانتر بیشزو، مانتر بیشزو، همون بیشزو شده که پزشکی. این در دوره ساسانیان ما در گندیشاپور داشتیم. اینه که اینها همه یاری میدن. سخن پرداختن به دیروز برای دیروز نیست. ما هیچ که نمیخوایم وردنیم ببریم تو دیروز. ما نمیخوایم بریم در دیروز زندگی کنیم. تاریخ همچون آینه یک خودرو، یک اتومبیل، ما بهش نگاه میکنیم که پیش بریم، پس نمیخوایم بریم. با این روی میگیم که آزرم گین باش، آزرم داشته باش که در گذشتت در چند هزار سال پیش چنان بودی و امروز چنین شدی. خب برای اینکه آغاز کنیم سخن این هفته رو درباره کوروش و خود این فرهنگ ایرانی، کار میدیم، گوش میدیم به یه کار سرودین و آهنگین از کارهای خود من نوشته سرودش یا واژگانش، که رو یه روز از من خواسته بودن برای یک جایی یک نوشتاری بنویسم درباره کوروش. من گمان کردم که اگر که یه کار سرودینی باشه بهتره. نوشتم و از توی داشتم رانندگی میکردم به سیدخان فرصت، دوستمون، دوست بسیار هنرمندمون که نوی فرصت شیرازیه، زنگ زدم که جناب فرصت یه هم چیزی هست اگه برسیم امروز شما یک پیانوی چیزی بزنید ما اینو بخونیم. ایشون بسیار، من براش خوندم شب که رفتم یا سر شب که رفتم خونشون، همینطور با یه دستگاه غیر به گفتی حرفه‌ای، من میکروفون معمولی من دستم گرفتم و ایشون پیانو زد، آنی پیانو زد و ما این کارو ضبطش کردیم و سپس یه نگاره‌های روش گذاشتیم و پخش میکنیم. گوش بدیم به این باز میگرد. آنک رسید از ره
آنک رسید از ره، آزاد می شود تن و اندیشه های من، آزاد می شود تن و اندیشه های من. پیروزگر پیروزگر نریخت خون، پیروزگر نریخت خون، نه دستت به چف هاول، نکرد کس به بند دامش به روی دیده، دامش به روی دیده، نه ستم پیشگی کند گامش به روی دیده، نه ستم پیشگی کند. شهر زمزمه می پیچد چون باد فرقی دم شیرین باستی. پیروزگر رسید، درهای بسته دیده گشودند بر آسمان شهر، خنده نشانه لب، خنده نشانه لب، باران شادمانی سامان دیدگان، خنده نشانی لب، باران شادمانی سامان دیدگان. ده ها هزار بندی، ده ها هزار بندی آزاد می شوند، نی بند و بندگی. به هر باوری که هستی پاینده چو هستی، دارنده را نباید بر ناتوان، و از پرتوان نشاید بر دیگران ستم. دارنده را نباید بر ناتوان، و از پرتوان نشاید بر دیگران ستم. کوروش سرود نیک چنین خوش ترانه را، کوروش سرود نیک چنین خوش ترانه را. باشندگان باشندگان، شما نیز با اوی هم نوا، آوای مهر سرایید خان و خانه را. باشندگان شما نیز با اوی هم نوا، آوای مهر سرایید خان و خانه را. فرمان کوروش استین، فرمان کوروش است، فرمان کوروش استین، فرمان کوروش است. زمزمه می بیچ،
الان از اون سرود آهنگی شنیدید به میان آمد و دیدید، بعد نیست گفتگویی هم بکنم درباره تندیس کوروش بزرگ که این رو آقای مهندس امینی سام سامان دادن. من پیشنهاد بکنم در خانه های ایرانی همچنین تندیسی باشه، گویا بنیاد جمشید دارن در لس آنجلس هست. بسیار بسیار کار زیبا و ارزنده‌ایه و شاید که این تندیس رو هم در لس آنجلس در جایی کارگزاری بکنن. من سپاسگزارم از ایشون که بسیار بسیار کار ارزنده رو فراهم آوردند، رو من هم ازشون خریداری کردم که هزینه پست و اینها هم بسته‌بندی اینا رو خودشون پذیرفتن، یعنی پست که خودم آوردم بسته‌بندی. سپاسگزارم و بسیار کار ارزنده. پیشنهاد میکنم که شما هم اینو بخرید و در خانه داشته باشید که اگر نمیدونم فیلم های این و اون دارین و پوستر فلان خواننده و بهمان فوتبالیست هست، بد نیست یه پادشاهی که آزادی رو در جهان نوید داده و برای همه خواسته یک تندیسی ازش داشته باشیم. خب میایم نگاه میکنیم، گذرا به کتاب ها من نگاه میکنم ببینیم چه کار میکنن جهان غرب و ما چه کار میکنیم. خب این غرب و شرق و برنامه ریزیه که خودشون کردند، شمال و جنوب و غرب و شرق، خاور میانه و خاور دور، اینها برنامه هایی که ریختن و ما هم داریم ازشون پیروی میکنیم. دشواری چندانی هم باهاش نداریم، کار خودمون رو میکنیم. از ایران چه سخنی یا چه حرفی برای گفتن داره؟ از دانشمند ارزنده محمد علی اسلامی نودوشن. تمدن کنونی غرب و دانش جدید ریشه های محکم در بینش ایلیادی دارند. فلسفه زندگی خلاصه می شود در تلاش، تلاشی که هدفش پیروز شدن است، یعنی به پیروزی رسیدن است. باید کاوید و پیش رفت و بس سرنوشت فائق شد. مقاومت 10 ساله که آخائیان در پشت باروی تروا میکنن نمودار این تفکر است. تمدن غرب دوست دارد بپندارد که همواره برنده است، همان گونه که آخائیان برنده جنگ تروا بودند. این اندیشه از رنسانس به این سو در غربیان نفوذ کرده که پیروزی و برد اصل است، به هر قیمت که شد، ولو به بهای خرید خطرهای بزرگ. یونانیان باستان 3 درس بزرگ به دنیای غرب داد که همانها هم پایه تمدن و پیشرفت های آنها قرار گرفتند: رای گزینش و شور، قانونگرایی و منطق. که من میخوام نگاه کنم که اینها همه رو ما در دوره که هخامنشیان بوده داشتیم و بسیار کار خوبیه که داشتیم و بسیار خوبه که در جهان هست و اگر ما فراموش کردیم جهانیان دارن. خب این که غرب میخواد برنده بشه و پس از رنسانس یا اون پس از دهه نیمه قرون وسطا میگن صده های 15-16-17 که اینا راه افتادن به سوی قانونمند شدن و رفتن تمدن هلنی یا هلن که میدونید که در همون ایلیاد و اودیسه هست که عروسیست که دعوا میشه، پاریس میاد میارتش و جنگ میاد و تمدن هلنی بهش میگن. و این داستان تروا و ایلیاد هم که میدونید، ایلیاد و اودیسه، هر دو کتاب های هومر هستن، از کهن‌ترین کتاب هاست که خب یک زمانی ازش پیش پرداخته شده، بازم یه زمانی بهشون میپردازیم. که در این جنگ میبینیم که آخائیان گروهی هستن که هنگامی که هلن رو پاریس میره مهمان برادر آگامندوس، یادم نیست نامش دقیقا چون سخن چندین سال پیشه، آگاممنون میره خونه اون مهمونه، اون همسر جوان اون رو به گونه دلبستی همدیگه میشن و میدوزه با خودش میاره و این انگیزه میشه که این آخائیان، یعنی همه کشورهای کوچکی که اونجا بودن، گرده هم میان و میان با شهر تروا یا جایی که همین پاریس زندگی میکنه با پدرش و برادرش هکتور، میان میجنگن. در اونجا سالیان زیاد میمونن و نمیتونن پیروز بشن و سپس یک اسبی درست میکنن که درون اون سربازانی گذاشتن. هرچی میگن که آقا اینو تو نیارید، یه شماری از دانشمندان و
فرشتگان اینا میگن نه اینو ما میاریم و میخوایم ببینیم در این چه هست. و هنگامی که میارن کلاه بزرگی سرش میره، چون شب این آشیل یا آخیلوس از اون در میاد و اینا رو میکشه. خب اونها خب نبرت ها در گذشته راستش خود اون چیزی که ما میگیم انسانیت و مردونگری مردونگی داشته و نداشته، هنگامی خب آدم میکشتن، با این روی برنامه‌ای که میذاشتن داشتن. برای نمونه ایرانیان ندیدیم شبیخون بزنن، راه شبیخون رو بستن. در داستان برای نمونه منوچهر که میبینیم در جنگ هایی که میکنه با عموهای خودش که پدرش رو کشتن، با سلم و تور، اونها میخوان شبیخون بزنن، اینا نیمه راه راه شبیخون رو میبنن. شبیخون رو باور نداشتن، یعنی روز رو میجنگیدن، میگفتن دیگه شب بادگساری، میگساری، شادی و آرامش باشه. در نزد اینها این گونه نیست، میان و میگن به هر گونه شد باید پیروز بشیم و اون اسب تروآ رو درست میکنن و نیرنگ میزنن. خب باز در اینجا خوندیم از استاد ندوشن که اینها سه چیز رو گرفتن از شهرنشینی و تمدن کهن از یونان باستان، رای و شور و رایزنی، قانونگرایی و منطق بود. خب من نمیخوام بیشتر به این کتاب، چون هر کدوم از این کتاب ها ارزش های زیاد داره و پیشنهاد میکنم اینا رو بگیریم بخونیم. امیدوارم استاد نروشن هم تندرست و شاد بمونن و سایه‌شون بر سر فرهنگ ایران بمونه. خب ببینید سخنمون در آغازم که گفت ما میخوایم ببینیم چیکار میخوایم بکنیم، گفتیم سخن فرهنگ ایرانی از گزینش و رایزنی و داد و دادگری گفتگو میکنه. آیا ما میخوایم که گزینش کنیم بین یه فرهنگی که فرهنگ کوروشیه یا فرهنگ چاقوکشیه، به رایزنی بشینیم ببینید جهان غرب و جهانی که جهان افریقایی ایدئولوژیکه مانند کمونیستا، اینها یک روش‌های ویژه‌ای دارن برای پیشبرد کارشون، روش‌های ویژه‌ای دارن از ترس و از فشار گروهی بهره میگیرن. شما نگاه کن همین تاسو و عاشورا، خود رهبر بزرگ اینها آقای خامنه ای اومده میگه آقا جان گل حالا میمالید میمالید ولی نزنید قمه، یعنی دیگه آش چقدر شوره که خود اینها هم صداشون در اومده، میگه نکنید این کار رو نکنید. با این روی اونا میکنن و هر کی نیاد و در اون بازی ها همراهی نکنه دردسر برش درست کنن. اگر که برای نمونه میخوان بگم لبنیاتی داره مانند دریانی های تهران که همه آذری هم هستن، خب میگن ازش نخرید، نمیدونم بحر و سهمیهشو بهش نمیدن از مسجد و اینا، چون آخونده دست میگیره دیگه. حکومت های ایدئولوژی از بالا برنامه ریزی میشه، از پایین آسیب میرسونه، ضربه میزنه. خب ما میگیم اینو میخوای بپسندی؟ چاقوکشی و قمکشی رو یا کوروشی رو؟ آن چیزی که اروپا امروز بهش مینازه و میاد بگه فرهنگ هلنی و رنسانس داشتم و پیشرفت کردن، ما میگیم خب ما چرا بریم از اونجا برداریم که نمیدونیم با ما میساز یا نه، از گروه خون خودمون برمیداریم، از همین گروه خونی که با ما سازگاره، ما درش پرورش پیدا کردیم، با تن و روان ما سازگاری داره. خب برای اینکه وارد اینجا بشم من نگاهی میکنم به خود همین خانواده کوروش. یادتون باشه که در چند هزار سال پیش ما آشوریان رو داشتیم، بابلیانی داشتیم در دست چپ ایران، سوکاها همینایی که بهشون میگیم پارس و مادها، اینها همه پیرامون دریاچی رضایه امروزی یا ارومیه، ارومیه راستش یعنی رومی دیگه، این نام باید یه نام دیگه روش بذاریم ما اگه نمیخوانم بگن رضاییه. خب در اون کنار می اومدن تا مادها که می اومدن غرب ایران، یعنی این مادها هنگامی که در 2725 سال پیش که من همواره در برنامه ها میگم گرد آمدن، مردمان ایرانی بودن از گیلان و طبرستان و بخش مرکزی امروز ایران و میاد دیگه خوزستان و لرستان و کردستان و آذربایجان و اران، اینا میان جمع میشن که این میکشه به خاک امروزی عراق هم هست، اینا میان جمع میشن در بخشایی که آشوریان و بابلیان نداشتن و یک حکومت ایرانی درست میکنن و اینها کرد نیستن ها.
مادها کرد نیستن. این دکانهایی که امروز داره باز میشه این اشتباهه. مادها آمیخته ای از مردمان ایرانی هستن. مردمان اومدن دیاکو رو برگزیدن که از اون منطقه غرب است. ولی این که این حکومت کردی بوده این شوخیه. ما هیچگاه حکومت کردی نداشتیم، ما به هیچ روی در تاریخمون نداریم همچی چیزی. مات ها آمیخته ای از مردمان ایرانی هست. منطقه مردم ها میان در کنار هم میشینن و کسی رو بر میگذینن برای رهبری. این کار رو پیش از این هم کردن. شما اگر نگاه کنید پس از نادرشاه در افغانستان جرگه، این جرگه برای لوی جرگم که میگن، یعنی جایی که گرد میان، جرگه رو ما هنوز هم به کار میبریم میگیم جرگه، میگیم از جرگه نویسنده است، یعنی گروه نویسنده است. لوی جرگه این سه تا جرگه دارن، یکی کوچیک فامیلی تباری، یکی خانوادگی و کوچیک و مثلا دهکده‌ای و فلان، یکی تباری چون ایلی و تباری، یکی هم ملی که در اون نخستین لوگی جرگی ملیشون که چند صد سال پیش بود پس از نادرشاه آمدند و نشستند و یکی رو برگزیدند. اتفاقا از گروه های فراوانی که گذشتن احمد شاه عبدالی رو برگزیدند که احمد جوان 20 چند ساله شد، 27 ساله بود اگه اشتباه نکنم، و اینو که برگزیدن از یه گروهی بود که شمار مردمش کمتر از همه بود و ساکت نشسته بود اونجا، و یکی از کسایی که در اونجا بود و باش گفتگو می‌کردند و یه خود نفوذ دینی هم داشت، اون اینو برگزید به عنوان که آدم مدارکنیه، و اون کسی که دورانی هم که بهش گفتن یا دوران میاد دورانی یا از دور و گوهر میاد که این اومد برگزیدن. مات هم که انگامی که ما ازش سخن بگیم یه همچی گزینشیه. پس اینکه بگیم اگر که برای نمونه از منطقه کردستان امروز بوده این حکومت مات ها کردی شوخیه. کرد مات هست، لور مات بوده، تبره و گیلانی در شرکت داشتن، ارانی و آذربایجانی مات بودن شرکت داشتن، اینا هم همکاری داشتن. اما مات نه کرده نه لوره نه گیلکه، نه مات یه آمیخته ای از ایناست. پس این یادمون باشه. پس اونم یه نکته بود. نکته دیگه که باز یادآور میشم اینه که شماره دوستانی که میگن پارس و آذری و ترک و اینا، دوستان گرامی، پیش از اینکه هیچ گونه ترکی و هیچ شماری از ترکان به این سوی دریای مازندران بیان و در اینجا زندگی بکنند، پارس ها و سکاها و اینها در اونجا زندگی میکردن، سپس جابجا میشن، سکاها میان از راه گیلان و مازندران میان خراسان و میرن در سیستان، که سگزی که میگفتن همون سگایی ها بودن، یعنی به سگ کاری نداشت. پس این داستان ها رو ما بدونیم که ببینیم چی کار میکنیم. اینهایی که میگن نمیدونم قوم گرایی میکنن، چون ما تبار گرایی نداریم، ما در ایران از تبار فلان هستیم، از تیری فلان هست، تبار گرایی نداریم، برتری نداریم. پس اینم یه نکته دیگه که این کسایی که بهشون گفتن پارس، سپس از اونجا اومدن پایین، که پارس میشه یعنی ما پهلوی داریم، پهلویی دیگه، پارت و پارس اینا همه همسایه اونوری و همسایه اینوری اینا بودن، و چون اینها پارس ها یعنی گروهی که اونجا بودن آمدن در جنگی که با آشوریان داشتیم، اگه اشتباه نکنم سناخرید بود، پدرش در گذشته بود، آشوریان می اومدن داغون میکردن، در نوشته هاشون هست، اون کسی که ما بهش میگیم بخت و نصر، این نوشته در نوشته های خودش هست که من رفتم و ویران کردم و نمک پاشیدم که زمان هاشون شور بشه و مرده هاشون و استخوان هاشون رو در آوردم که اینها نتوانن به برای نمونه فردوس یا بهشت برن. خب در یه جنگی که بین آشوریان و این غرب ایران در میگیره، پارس ها به اون گروهی که مات سامان دادن میان و یاری میرسونن و جنگ افسار میبرن و میرن به جنگ اونها، و اونها هم حکومت اعلام رو داشتیم، ما اعلام رو داشتیم، اونجا مادی در کار نبوده، اون اعلام بوده، من اشتباه کردم گفتم ماد، هنوز ماد درست نشده، چون ماد 2725 سالی سخن 4000 سال پیش یا 3000 سال پیشه. خب اینها میاد اعلام چند هزار سال است، تا 6000 سال هم میتونیم برسونیمش، چون ما نمونه کارهاشون رو داریم در زیگورات خوزستان و زیگورات کرمان. خب اینها میان به اینها یاری میدن، اونم دیگه میگن خب آشتی میکنن با هم، دوست میشن، قهری نبودن با هم، بیشتر آمیخته میشن و در همه سرزمین های ایرانی پخش میشن اینا.
این جا به جایی نم نمک بگونه میشه که اینا که بهش میگیم پارس اومدن در جایی که پارس امروزیه جا گزیدند و در اونجا به زندگانی پرداختند. پس اینم یه نکته دیگه، چون این سرآغاز این دو سفتر درباره کوروش و هخامنشیان میخوام بگم. پس این جا به جایی کرد. حالا چه واژه پارس و پارتو میگم دیگه، برنامه رو میگذارم برای هفته آینده چون زمان چندانی نداریم. این دو گروه از مردمی که در دست راست ایران بودن و در دست چپ و اینا اومدن، یعنی همسایه اونوری و اینوری اعلام بودن، ایلام بودن و یا ماد بودن، پارت ها روش نبرد جنگ و گریز داشتن. یعنی من باور دارم اگر که پارت ها یا اشکانیان در دوره ساسانیان و مغول در ایران فرمان روا بودن، ما نه مغول شکست بخوردیم نه از تازیان، چون روششون مانند اونا بود و بسیار گزیده تره. و امروز در جهان چون این نبردی رو جنگ و گریز رو بهش میگن پارتیزانی. این واژه از اونجا میاد. یه واژه هم از پارس ها میاد. این گروهی که اونجا بودن به اندازه راستگو بودن و درست کردار بودن و سر پیمانشون بودند که هر کسی که انسان درستکار بود و سر پیمانش بود و دروغ نمیگفت به این میگفتن پارسا، یعنی مانند پارسا. پس من سخن رو در اینجا میبندم و دنبالی سخن رو میگذارم برای هفته آینده که نمونه های از گزنفون براتون بیارم، از کتاب داریوش، کتاب کوروش و از هرودوت براتون بیارم و نمونه هایی که با سنت هست. روز و روزگار بر شما خوش و شادمان باشه. بدرود تا درودی دیگر.